وقتی مکبوک عنوان اپل معرفی شدن گفتم آخ ما ویندوزی ها بیچاره شدیم. اپل یه لپتاپ داده این همه پرفورمنسش خوبه، قدرتش خوبه، از اون ور این همه باتریش خوبه، بعد دیگه هیچی دیگه ما هیچ جوابی نداریم این اپلی رو. ولی این لپتاپ یعنی ایسوس زنبوک 14 اولترا لایت ویت یا UM425 یه لپتاپیه که به نظر من خیلی راحت میتونه جواب مکبوک ای رو حداقل بده. زنبوک ایسوس رو کلن دوست دارم، حتی غیر از زنبوک پرو، چون که همیشه زنبوک پرو همون مدل هم که حسین دارم زنبوک پرو مشکل کولینگ داشته و هنوز من ندیدم که این زنبوک پرو مشکل کولینگش حل شده باشه، ولی خب کیفیت خیلی خوبی داره، ساخت خوبی داره و همیشه پرفورمنس خوبی رو میتونه به کاربر بده کسی که باش کار میکنه. حتی بکنم خوب نمیدید لپتاپ اینجا این جعبش رو بذارم زیرش سر صدا میکنم. خب این لپتاپ به نظرم لپتاپ خوبیه از این نظر که خب هم خیلی کیفیت خوبی داره هم پرفورمنس خوبی میتونه. قبل از اینکه بریم سراغ بررسی برنامه این لپتاپ ازتون میخوام که حتما برید توی اینستاگرام ما رو فالو کنید. ما توی اینستاگرام کلی پستای باحال داریم، استوری باحال میذاریم، ریلز میخوایم بذاریم و اینجور چیزا، حتما ما رو توی اینستاگرام فالو کنید که اون برنامه‌هامون رو از دست ندید. خب بریم سراغ بررسیش. خب من بدنش شروع کنم. واقعا کیفیت ساخت این لپتاپ واسه من یه کیفیت ساخت مثال نازدنیه تو این قیمت. یعنی این چیزی که من دارم اینجا میبینم، این کیفیتی که هست، این لولایی که به استفاده شده، این آلومینیومی بودن بدنش، ولی یه خورده پلاستیک هم داره که مهم نیست، این کیفیت اصلا همه چیش، این کیبوردش، این ترکپدش، اینا اصلا به کلاس قیمتیش نمیخوره. این لپتاپ الان حدود 23-24 تومان قیمتشه که اگر هم میخواید بخرید میتونید برید از ITCT بخرید، قسطی هم میتونید بخرید، لینکشو میذاریم پایین برید بخرید. ولی واقعا این که لپتاپ کیفیت ساختش وحشتناک خوبه و من موندم چطور ممکنه همچین لپتاپی با همچین قیمتی عرضه بشه. جدای از همه اینا، حالا جدای از اون نیست که حالا با اوناست، این کیبوردش واقعا کیبورد خوبیه. یعنی من وقتی داشتم متن این برنامه رو توی این لپتاپ می‌نوشتم واقعا لذت می‌بردم. یه سری دکمه‌هاش سایز عجیب غریبی داره، مثلا شیفتش بزرگترین شیفتیه که من توی کیبورد لپتاپ دیدم، یعنی نه حتی به نسبت اندازه از لپتاپ ها، بزرگترین شیفتیه که دیدم. اینترش قشنگ اینقده. بعد این یه خورده واسه بعضی ممکنه طول بکشه بهش عادت کنن، ولی خب کیبورد کلا کیفیت خیلی خوبی داره. من خیلی اوکی بودم با کیبوردش. بکلایتش بکلایت خوبیه، مثلا توی شب که داشتم متن می‌نوشتم و مثلا تاریک بود قشنگ دکمه‌ها رو می‌دیدم، خیلی خوب بود. و واقعا هر چقدر من از این لپتاپ بگم کم گفتم، کیفیت بدنش فوق‌العاده است. من اینو مثلا میتونم بذارم راحت کنار مکبوک ایر اپل علاوه کیفیت بدنه که واقعا خوبه و واقعا جذابه. ترک پدش هم که نگم براتون، نامپد هم هست براتون، یعنی دکمه اینجا شیکی میزنی تبدیل به عدد میشه ترک پدش و خب میشه باجای نامپدش استفاده کرد. من خیلی اوکی بودم با این، خیلی این فیچر ایس رو دوست دارم، اینکه شو همه لپتاپاش بذاره، ولی خب رو همه لپتاپاش نمیذاره و کلن خیلی حال کردم با همش. اللحاظ پورت هم حالا بخوام بگم این لپتاپ یه دونه پورت تایپ سی داره برای شارژ، یه دونه دیگه هم بغلش تایپ سی داره، اونم میتونه برای شارژ استفاده بشه. بعد بغل اون تایپ سی یه HDMI داره، بعد این ور یه دونه USB 3.2 تایپ A داره، یه دونه هم میکرو استی کارت داره. بعد این میکرو استی کارت هست، بعد یه پورت خیلی مهمی که انقدر عادی همه لپتاپو داشته باشن ما بعضی اوقات نمیگیم لپتاپو دارن، یعنی جک هدفون رو نداره.
یعنی واقعا دارم میگم این میکرو اسدی کارت داره 512 گیگ 1 ترابایت حافظه SSD. میکرو اسدی کارت داره که نیاز نیست داشته باشه واقعا به نظر من، و جک هدفون نداره. اوکی ایسوس جان، این لپتاپ انقدر سبک و جمع جور ساخته شده که جایی برای مثلا جک هدفون وجود نداشته، ولی تو یه پورت اضافه گذاشتی، تو حتی HDMI نمیذاشتی جاش یه دونه مثلا جک هدفون میذاشتی، من خیلی خوشحال تر بودم. پری چی این کاری کردی؟ حالا اوکی توی جعبش یه دونه بیل بیلک جک هدفون گذاشتی، ولی برای چی من بعد برای اینکه جک یه دونه هدفون عادی واسه کامو لپتاپم بعد از دانگل استفاده کنم؟ نمیفهمم. ولی در کد من اینو خیلی دوست داشتم. بالای صفحه نمایشش نه تنها وبکم داره که امیدوارم سری راگ ایسوس هم یاد بگیره وبکم بذاره، نه تنها وبکم داره بلکه فیس آیدی هم داره، و وقتی که لپتاپ روشن میکنی، وقتی که داره لپتاپ اینجوری نگاهت میکنه دیگه، توی شخص اینجوری با لپتاپ، مثلا اینجوری آدم با لپتاپش کار نمیکنه، همیشه لپتاپ به سمت صورتته. بعد وقتی که لپتاپ باز میکنی همون لحظه باز میکنه، خیلی خوبه، من خیلی دوست داشتم، کلا فیچر باحالیه. و همین، بریم سراغ صفحه نمایشش. صفحه نمایشش یه صفحه نمایش خوبیه، فول اچ دی و نورش هم به نظر من اوکیه و من خیلی اوکی بودم باش. sRGBش حدود 90% که خیلی عدد خوبیه، و ادوبی RGBش هم نزدیک 75% که اونم باز عدد خوبیه، و نشون میده که این دستگاه برای ادیت عکس خیلی انتخاب خوبیه، ولی برای ادیت ویدیو به خاطر اینکه پرفورمنس جالبی نداره اونقدر خوب نیست. بریم سراغ پرفورمنسش. این دستگاه که ما اینجا داریم رایزن 5 4500U داره. رایزن 5 4500U معلن از توی تسک منیجر براتون میخونم. رایزن 5 4500U کلن 6 تا هسته پردازشی داره که حالا با کل اون 6 تا هسته پردازشیش با اون چیزاشه، اون مجازیاش، کلن 6 تا هسته داره که این 6 تا هسته به تنهایی نمیتونن کاری بکنن، یعنی به یک گرافیکی نیاز دارن که کنار این رایزن 5 بتونه کار کنه. کاری ندارم به خاطر اینکه فقط این رایزن 5 باتری خیلی خوبی داره که جلوتا توضیح میدم این باتری خوب از کجا میاد، ولی این پردازنده پردازنده اونقدر قوی نیست. اوکی شما میتونید توی ادوبی پریمیر باش ادیت ویدیو انجام بدید، ولی بخواید رندر انجام بدین شب باید بزنید صبح تحویل بگیرید، کاملا روکو بوزکنده، و این قضیهش خیلی نکته منفیه براش به نظر من. و ای کاش مثلا یه دونه گرافیک مثلا MX 330 حتی داشت که کمکش میکرد. میگم تو وزن 1.3 کیلو که این لپتاپ داره نمیشه زیاد ایراد گرفت نسبت به این قضیهش، ولی اگر که میخواید ادیت عکس انجام بدید این لپتاپ عالیه. اگر که میخواید ادیت ویدیو انجام بدید، من بررسی رایزن 7ش هم دیدم تو اینترنت و حتی رایزن 7ش هم خوب نبود و به درد ادیت ویدیو تو پریمیر نمیخورد، افتر افکت هم کلا بذارید کنار، یعنی اگه فقط باز کنه خیلی خوبه. اما یه نکته که خب خیلی نقطه قوتشه و به هر حال خوبه که این قضیه هست، اینه که رمش 16 گیگ، رمش نه تنها 16 گیگه، رمش 16 گیگ 2.8ه. حالا کاری ندارم روی خود ما مادربورد آنبورده و خیلی ممکن دوست نداشته باشه این قضیه، ولی توی یه همچین لپتاپ به این نازکی نمیتونی مثلا بگی من بتونم رممو عوض کنم، چون توش بیشتر از خود لپتاپ ضخامتش میشه. ولی دو تا اسلات رم داره و به خاطر همین دو تا اسلات رمی که داره میتونه خیلی بهتر براتون کار کنه. اگر که کاری دارید که بر اساس رمه، مثلا میخواید کروم باز کنید که رم خوره داره، این لپتاپ توی کروم باز کردن فوق العاده است. یا مثلا یه سری اپلیکیشن ها ممکنه باشن که رم خوره داشته باشن و اونا خب توی این لپتاپ خیلی خوب کار میکنن، ولی میگم اونایی که سی پی یو محور یا جی پی یو محور اذیتتون میکنن. من روی این لپتاپ انتظاری نداشتم بتونه بازی اصلا برام اجرا کنه، ولی خب رینبو سیکس سیج رو بازی کردم روش، اپیکس لژند اصلا غیر قابل بازی کردم و تقریبا زیر 30 فریم برمیداد، ولی خب رینبو سیکس سیج بازی کردم و این رینبو سیکس سیج رو روی 1080 به هم نزدیک 40 تا 60 فریم میداد روی لو، و به نظر من اتفاق خوبی بود چون از لپتاپی که انتظار نداری میتونی همچین پرفورمنسی بگیری. این پرفورمنس گیمش خیلی شبیه اون پرفورمنس گیمیه که توی مثلا مکبوک ایر M1 ما میبینیم، و خب به نظر من این اتفاقی که اینجا هست خیلی خوبه.
چیزی که یادم رفت بگم اینه که سرعت رمش 4200 نیست مثل UM 433 و مثل اون 4200 نیست ولی 3700 هم خوبه. خب این همه گفتم، برم سراغ بخشی از این لپتاپ واقعا دوست داشتم. یعنی این لپتاپ انقدر باتری داره که ویندوز رو هم گول میزنی. اصلا ویندوز 53% باتری داشت دیشب. خب بعد من رفتم بیرون، رفتم کافه، همون کافه سیپنگو که زیاد توش برنامه رو ضبط میکردیم، رفتم اونجا یه قهوه خوردم فلان اینا، بعد نزدیک تنها تنهای خوبه بله خب تنهایی بیشتر خوش میگذره. بعد رفتم اونجا یه دونه قهوه خوردم فلان اینا، بعد این لپتاپ گذاشتم صفحش روشن باشه، داشت رینبو هم نصب میشد همزمان میشد. بعد رفتم قهوه هم خوردم اومدم، نوشته بود حدوداً با 53% بازجی 5 ساعت و 50 دقیقه حدوداً بازجی میده. من میگم یک ساعت، شاید بیشتر یک ساعت رفتم بیرون و اومدم و وقتی که این لپتاپ دیدم، دیدم که رینبو نصب شده و نه تنها رینبو نصب شده، این باتریش بالا بود، دیدم که 5 ساعت و 5 دقیقه دیگه باتری داره. 5 ساعت و آره حدوداً 5 دقیقه دیگه باتری داره، یعنی بیش از یک ساعت گذشته بود و از حدسی که ویندوز براش میزد هم باتریش بیشتر مونده بود. منش مونده بودم، خیلی جالب بود برام. تا حالا لپتاپ ویندوزی ندیده بودم و باتریش خوب باشه و من توی سری تستایی که تو اینترنت دیدم ازش گرفتن، رو حالت آیدل یا حالا حالتی که همینجوری نگه داشتی یا مثلا نهایتا میخوای یه فیلم پلی کنی، تونسته 20 ساعت باتری بده که این 20 ساعت شاید نمیدونم ندیدم بیشتر از این ویندوزی ها شارژ بدن. 20 ساعت بیشترین ساعتیه که داده، اونم به خاطر باتری 67 وات ساعتیه که ایسوس اپل داشته، ایسوس توی این دستگاه گذاشته و مثلا لپتاپ خودم 45 وات ساعته. این به این کوچولویی بدون گرافیک بدون سی پی یو خاصی 67 وات ساعت. ناراحتم سر این قضیه که لپتاپ انقدر باتری ضعیفه، ولی حالا این باتریش خیلی خوبه و من واقعا دوست داشتم. یه نکته ای که در مورد باتریش بگم اینه که شارژر این دستگاه همینه فقط، یعنی همین این انقدر 65 واتیه و 65 واتیه و بالاخره با تایپ سیه، یعنی میتونید با تایپ سی شارژش کنید و مثلا وقتی که میخواید برید مسافرت، مثلا برید بیرون از خونه، این شارژر به دستگاه وصله و این شارژر رو به خودتون همیشه تو کیفتون دارید و راحته. گوشیتونم اگر که اندرویدی باشه، مثلا مثل این باشه، میتونید به راحتی گوشیتون رو با این تایپ سی شارژ کنید و من فکر کنم روی 18 وات گوشی اندرویدی تایپ سی دار رو شارژ میکنه اگر که 18 وات پشتیبانی کنم، که خیلی اتفاق خوبیه. من واقعا دوست دارم شارژر لپتاپم تایپ سی باشه. همین دیروزم هم سامسونگ یه دونه اودیسی گیمینگ معرفی کرد 135 وات تایپ سی، اونم خیلی دوست داشتم و کلا داستان اینجوریه. من خیلی دوست داشتم، منظرم خیلی خوب بود. در کل بخوام بگم این لپتاپ به درد کسایی میخوره که میخوان کارهای ساده انجام بدن، یه آفیسی باز کنه، ورد، اکسل، مثلا تو اکسل این 16 گیگابایت ممکنه به کارت بیاد، چون که اکسل اگه فایل بزرگ اکسلی باشه رم خیلی استفاده میکنه و اون خیلی به کارت میاد. بعد همین اگر که میخواید برید فقط باش فیلم ببینید، یوتیوب ببینید، کارهای ساده انجام بدین با قیمت 23 تومانی که الان یعنی 10 اردی بهش داره، 10 اردی بهش 1400، خیلی اتفاق خوبیه. من خیلی دوست دارم این لپتاپ، به نظرم یکی از بهترین انتخاب هاست، چون یه همچین کیفیت ساخت یه هیچ لپتاپی که دارد نداره. حتی اون یوم 433 که گفتم لینکش این پایین که بررسی، لینک بررسیش این پایین هست میتونی بررسی ببینید. خب خیلی ممنون که من رو دیدید. نظرتون در مورد این لپتاپ عزیز دوست داشتنی حتما برام توی کامنت ها بنویسید و اگر که این برنامه رو دوست داشتین حتما لایک و سابسکرایب تو یوتیوب آپار فراموشتون نشه. همچنین اگر که این ویدیو رو دوست داشتین حتما برای دوستاتون بفرستینش و اگر میخواید با ما بیشتر در ارتباط باشین این تو شبکه اجتماعی بیزنیم عدسایی میده شکست برای دنبال کنید. هیچی گرافیک نداره، 500 مگه گرافیکش باور میشه گرافیکش 500 مگه؟ برو زبط اینا میفته یا نمیفته؟